بچه هم در دوران قرنطینه به شدت بد غذا شدن و دیگه سبزی نمیخورن. این عادت رو چجوری باید کنار بذارن؟ به خاطر استراب دوران کرونا مدام ریزخاری میکنم و نمیدونم باید باهاش چی کار کنم. اینا دو نمونه از سوالهایی که شما با هشتگ از ما بپرس به تلگرام بی بی سی فارسی فرستادید که مستقیم جوابش رو از متخصصین برنامه بگیرید. من نازنین معتمدی هستم، تهیه کننده برنامه 37 درجه و امروز سوالات شما رو از دکتر گلندام خائف، متخصص اختلالات تغذیه از کالیفرنیا میپرسم. خیلی خوش اومدید خانم دکتر. خیلی ممنون، مرسی. دنا سوال کرده: من دو تا بچه زیر 7 سال دارم و هر دو در دوران قرنطینه به شدت بد غذا شدن و دیگه به غذاها و سبزیجاتی که قبلا راحت می‌خوردن لب نمی‌زنن. چی کار باید بکنم؟ آیا این عادت بعد از دوران کرونا از بین میره؟ بچه‌ها کلاً فاز غذا خوردنشون مرتب عوض میشه. یعنی ممکنه غذایی که این هفته دوست دارن هفته قبل اصلا دوست نداشتن، هفته بعد دوست نداشته باشن، یا یه مدل دیگه‌شو دوست داشته باشن، پخته‌شو دوست داشته باشن، نپخته‌شو دوست داشته باشن. و چون که این مدت خیلی مدت عجیبی هست که ما داریم الان زندگی میکنیم توش، نباید توقع داشته باشیم بچه‌ها کاملاً علایقشون یکسان باشه. مهمترین کاری که میتونین بکنین اینه که همچنان اون مواد غذایی مثل سبزیجات و میوه رو جلوشون بذارید، به هیچ عنوان قطعش نکنید. چیزهای مختلف امتحان کنید، تو غذاهای مختلف امتحان کنید. مثلا اگر کلم بروکلی رو قبلا یه جور دیگه میخورده، حالا یه ذره بپزین، کره بذارین روش که آب بشه و بچه‌ها خودشون ببینن، ذوق کنن و بیشتر راحت‌تر بخورن. یه کارهای خیلی خلاقی میتونیم انجام بدیم، ولی حتما توی بشقابشون یه مقداری بذارین هر دفعه، حتی اگه نخورن. و این مسئله برمیگرده، ممکنه یه سبزی دیگر رو دوست داشته باشن، ولی به هر حال این علاقه و نوع تغذیه برمیگرده، نگران نباشین. شهرام سوال کرده: وقتی من مضطرب میشم خیلی میخورم، تنش و اضطراب دوران کرونا باعث شده من تقریبا مدام ریزخاری کنم، چطور باید این عادت رو ترک کنم؟ دوباره میگم سلامت روان ما الان یه مقداری همگی تغییر کرده، به خاطر همین احتمالاً خوردنمون به خاطر یه مقدار زیادیش حالت روانی داره، خیلی به گرسنگیمون ربطی نداره. مهمترین کاری که الان میتونیم بکنیم اینه که یه نظم خاصی به غذا خوردنمون و به خوابمون، چون غذامون خیلی به خوابمون ربط داره. اگر ساعت 12 بلندشین، غذا خوردنتون خیلی فرق میکنه تا اینکه ساعت 9 صبح بلندشین. به صورت 3 تا وعده و 2 3 تا میان وعده برای خودتون تعیین کنید. بین اون وعده ها و میان وعده ها طرف آشپزخونه نرین، برای خودتون سرگرمی درست کنین، کار درست کنین، ورزش هست، مدیتیشن هست، این کارهایی که میتونین انجام بدین یا کارتون رو انجام بدین بدون اینکه تو محیط غذایی باشین. و واقعا جلوگیری کن، یه مقدار باید دیسیپلین داشته باشیم تو این زمینه، ولی مطمئن باشین به گرسنگیتون جواب میدین. یعنی هر وقت گرسنه میشین غذا میخورین، ولی واقعا اگر گرسنه نیستین از اون محیط غذا دور باشین. یه نکته مهم دیگه هم این هست که خیلی تنقلات تو خونه نگه ندارین، غذاهای اصلی رو نگه دارین، غذاهای تازه نگه دارین، یه مقدار زیادی سبزی و میوه قاچ کنین بذارین تو یخچال، به جای اینکه مثلا چیپس و تخمه و این چیزا داشته باشین تو کمد. و وقتی گرسنه میشین از اونا استفاده کنین، خیلی ضررش کمتر هست. علی سوال کرده: آیا تحقیقی انجام شده در مورد غذاهایی که روی اعصاب و روان تاثیر مثبتی دارن؟ ببینین، اکثر غذاهایی که روی اعصاب و روان تاثیر مثبت دارن همون غذاهایی هستن که روی بدنمون هم تاثیر مثبت دارن. یه مقداری ما باکتری مفید داریم توی روده بزرگمون که اونا خیلی به اعصاب و روان و بدنمون ربط دارن و باید اون باکتری ها رو خیلی ازشون نگهداری کنیم. این باکتری ها خیلی فیبر و همون سبوس دوست دارن. یعنی تمام غذاهایی که سبوس داره که بیشتر غذاهای گیاهی هست، این غذاها خیلی براشون مفیده، مثل سبزی، میوه، غلات، حبوبات، این چیزها رو خیلی دوست دارن. تمام این غذاها برای سلامت روان خیلی مفیده و برای سلامت فیزیکیمون هم خیلی مفیده. یاسمین پرسیده: آیا الان وقت مناسبیه که رژیم غذاییمون رو ادامه بدیم یا به خاطر تقویت سیستم ایمنی بهتره فعلا همه چیز بخوریم تا وقتی که دارو یا واکسنی برای کرونا پیدا بشه؟ البته بستگی داره از رژیم غذایی منظورشون چی هست. اگه منظورشون هست که مقدار شیرینی خوردنمون رو مثلا کم کنیم، بله من کاملا حمایت میکنم، به جاش غذاهای دیگر رو، غذای تازه و
میوه و سبزی بذاریم کاملا. اگر منظورشون از رژیم غذایی اینه که مثلا کربوهیدرات رو از رژیم از روزانه غذای روزانه‌مون کم کنیم، به هیچ عنوان، برای اینکه مقدار زیادی از موادی که ما نیاز داریم برای سیستم ایمنیمون توی کربوهیدرات غذاهای حاوی کربوهیدرات هستن. به خاطر همین نه، اصلا کربوهیدرات رو کم نکنید ولی جانشین کنید. کربوهیدرات شیرینی خیلی فرق میکنه با کربوهیدرات میوه و نون سبوسدار. نون سفید خیلی فرق میکنه با نون سبوسدار. یه دلیل دیگه هم که اینو میگم اینه که ما از نظر روحی الان آمادگی رژیم غذایی گرفتن نداریم، چون ما خونه هستیم، دور و برمون پر از مواد غذاییه و این که خودمون رو از خوردن یه سری چیزایی دور کنیم باعث میشه سلامت روانمون هم به هم بریزه. یاسر سوال کرده این درسته که میگن سیستم ایمنی بدن وقتی خون و مایعات در حالت قلیایی هستن در بهترین شرایطه، پس باید غذاهای قلیایی بخوریم و از خوردن غذاهای اسیدی پرهیز کنیم، یا این یه باور غلط؟ نه، این باور درستی هست. بدن کلن ترجیح میده که غذاهایی که حالت قلیایی تو بدن پیدا میکنن رو دریافت کنه. حبوبات، غذاهای گیاهی، کلن به طور کلی گیاهخواری حالت قلیایی بدن رو خیلی حمایت میکنه. البته این معنیش نیست که غذای اسیدی نباید بخوریم، ولی باور بر این هست که بهتره 80% غذای قلیایی داشته باشیم، 20% هم غذاهای اسیدی. غذاهای اسیدی مثل گوشت حیوانی، لبنیات و اینجور غذاها هستن، چای، قهوه، اینطور غذاها رو غذای اسیدی میگیم. خیلی ممنون دکتر خائف. شما هم سوالات خودتون رو با هشتگ از ما بپرس به تلگرام بی بی سی فارسی @BBC شما برای ما بفرستید.